بسم الله الرحمن الرحیم شاگردان عزیز سنف نهم سلام امید است که خوب و سعتمند باشین شاگردان عزیز در صنوف قبلی و جلسات قبلی با تعدادی از چهره های درخشان ادبیات، شعر و هنر معرفی شدیم و امروز با استاد کمال الدین بهزاد آشنا میشیم قطعا استاد کمال الدین بهزاد هم یکی از چهره های تاثیرگذار افغانستان در راستای هنر هست که سه سال پیش سبک هنری بهزاد به نام خودش در یونسکو به عنوان یک سبک هنری تاثیرگذار ثبت شد خب ما قطعا در متن درس در رابطه با سبک هنری بهزاد صحبت می کنیم ولی قطعا استاد کمال الدین بهزاد میتونه که یک از افتخاراتی باشه که نه تنها در افغانستان نه تنها در آسیا بلکه در سراسر جهان در راستای هنر یک چهره و شخصیت قابل احترام است خب شاگردای عزیز چون متن درس استاد کمالالدین بهزاد زیادتر است ما بیشتر صحبت نمیکنیم کنیم متن درس را می خوانیم در صورتی که اگر در متن درس نکته قابل توضیح بود حتما توضیحات لازم را ارائه می استاد کمال الدین بهزاد بزرگترین و مشهورترین نقاش رشته نگارگری یعنی مینیاتوری قرن دهم ده هجری بود استاد او به قول امیر روح الله معروف به میرک نقاش هراتی کتابدار سلطان حسین بایقرا و به قول دیگر پیر سید احمد تبریزی بود شاگردای خوب استاد کمال الدین بهزاد در قرن دهم ده زندگی میکرد و در قرن دهم بالاخره افتخارات زیاد را برای هنر افغانستان خلق کرد ای که استاد بهزاد پیشکی هنر را یاد گرفت اختلاف نظر وجود داره یک تعداد میگه پیش امیر یاد گرفته که امیر روح یک نقاش معروف احراتی در او زمان بود و به عنوان کتابدار سلطان حسین بایقرا فعالیت داشت و به قول دیگه گفته که استاد استاد کمال الدین بهزاد پیر سید احمد تبریزی بود که او هم در خود هرات در او زمان فعالیت هنری داشت خب چیزی که خیلی مهم است ای است که بهزاد تانیست فراتر است، از اسادید خود قدم بگذاره و افتخارات بسیار بزرگی را در دنیای هنر رقم بزنه و ای که پیشکی هنر را یاد گرفت خیلی نکته قابل تحمل نیست بهزاد در سال 860 بهزاد در سال 860 تولد و تا 942 زنده بود یعنی سال مرگ یا سال وفات بهزاد معلوماتش دقیق در دست نیست ولی قطعا تا 942 زندگی کرده و اسناد موجود هست که تا سال 942 فعالیت هم داشته بهزاد در دربار دو امپراتوری تیموریان و صفویان کار کرده است هم در دوره تیموریان در دربار فعالیت داشت و هم در زمان صفویان که مرکز و حکومتشان ایران بود بالاخره مجبور میشه و به ذات را اجبار میکنه که در دربار صفویان هم به عنوان کارمند فعالیت داشته باشه وی در جوانی نزد امیر علیشیر ش... علی نوایی و سپس به دربار سلطان حسین بایقرا تقرب یافت سلطان حسین را مانی ثانی می نامید و استادی او زبان زد همگان بود خب در اول استاد بهزاد را امیر علی شیر نوایی در وزارتخانه خود استخدام کرد و بعد از یک مدت به دلیل, به که استاد بهزاد داشت استاد بهزاد روان میکنه به دربار سلطان حسین بایقرا که سلطان حسین بایقرا شاه بود و امیر علی شیر نوایی هم وزیرش ولی هر دو تایش علاقمند شعر و ادب و هنر بودند اما امر شعر نوایی و هم سلطان حسین بایقرا هر دو تایش در عین حال که سیاست گذار بودند شاه و وزیر بودند شاعر هم بودند و گاهن در خود دربار و وزارتخانه مجالس شعری برگزار میکردند بعد سلطان حسین بایقرا به با دلیل توانمندی که استاد بهزاد داشت بهزاد را به نام مانی سانی میگفتند مانی سانی کی بود مانی ثانی اولین نقاش است که در راستای هنر کتاب نوشته کرده که نام کتابش هم ارجنگ است خب پس از بر سلسله تیموریان به دست شیبانیان همچنان در هرات ماند و بعد از تصرف هرات توسط صفویان شاه اسماعیل صفوی او را جبران با خود به تبریز برد و به ریاست کتابخانه سلطنتی منصوب کرد در دوره شاه صفوی نیز در کمال عزت و احترام زیسته به اوج شگفایی هنری رسید تا جایی که شهرتش تا دربار بابرشای مغولی هند رسید خب بعد از اینکه تیموریان حکومتش به شکست مواجه میشه بعد از او هم بعد از سقوط حکومت تیموریان سلطان حسین دهرات میمانه و زندگی عادی خود را ادامه میته ولی وقتی که بالاخره صفویان به یک نحو روی هرات هم بالاخره حاکم میشه مجبورا استاد بهزاد را با خود میبره به تبریز و در اونجا به عنوان رئیس کتابخانه سلطنتی منصوب میکنه و به عنوان رئیس کتابخانه سلطنتی فعالیت خود را ادامه میده سرانجام در آخر عمر به شهر هرات بازگشت و در همانجا وفات یافت و در قسمت شمال غربی شهر هرات مدفون شد مزار او با سنگ قبر واضح در هرات موجود است بهزاد در تاریخ هنر ما نخستین نقاش است که آثارش را امضا کرده است خب یک از سالهای کانکور هم امی بوده اولین نقاشی که در وطن ما تابلوهای خود را امضا کرده کی بود؟ استاد بهزاد نقاشه های او تصویر صحنه از کتاب های برجسته ادبی است که در آغاز خطاتان برجسته آن را می نوشتند تذهیب کاران فاصله ها را با ترهای گوناگون پر میکردند و آنگاه استاد بهزاد در بخشهایی که به این منظور خالی گذاشته بود تصاویر مناسب نقش میکرد. خب ببینید روی یک تابلوی نقاشی روی یک تابلوی هنری چقدر کار و چقدر کار دقیق صورت می گرفت اول خطات های برجسته یک جمله یا یک بیت شعر قشنگ خطاتی می نوشته میکردند. بعد تذهیب کارا در بین فاصله های خطوط بالاخره کارهای ظریف هنری انجام میداد بالاخره برگ هایی که در بعض از ها هست بالاخره میان دو بیت شعر یا اطراف یک جمله را که کار میکنن او کار را به نام تذهیب یاد میکنه که در آخر فکر میکنم که نمونه تذهیب تصویرش هست بعدا شما را نشان میتیم و بعد در بعض قسمت ها اگر یک فاصله زیادتر یک جای زیادتر خالی گذاشته می شد باز استاد بهزاد در آنجا تصاویر بسیار قشنگ نقاشی می کرد او در زمینه نگارگری دارای سبک و مکتب خاص است که در شرق و غرب آن را به نام مکتب بهزاد می شناسند شاگردای خوب در راستای نگارگری یا مینیاتور یک سبک خاص وجود دارد در جهان که او سبک به نام مکتب بهزاد معروف است و به امو شکلی که استاد بهزاد نگارگری میکرد فعلا هم به امو سبک و پیروی از استاد بهزاد کار خود پیش میبرند اساس اطلاعاتی که از کار او در دست است تصویرهایی است که با امضای اصیل و در نسخه های از بستان سعدی نقش شده و اینک در کتابخانه ملی قاهره در مصر موجود است خب یک نسخه از بستان سعدی که کار نگارگری یا مینوتورش را استاد بهزاد انجام داده فعلا موجود هست با امضای خود استاد و او کتاب فعلا در کجا محفوظه در کتابخانه ملی قاهره در کشور مصر خب کسایی که در مصر اگر رفتن میتونن که در کتابخانه قاهره مراجعه کنه و این کتاب را از نزدیک ببینن کارهای دیگری که به بهزاد منصوب است امضای مطمئن دیده نمی شود به همین جهت تنها سبک تصویرها یعنی ترکیب بیمانند نقشهای های تزئینی با صحنه واقعی می راهنمای برای بازشناسی کارهای اصیل او به شمار آید. در میان تصویرهای بیشماری که در کتابهای جداگانه به نام بهزاد موجود است اختلاف عقیده یعنی میان دانشمندان بسیار است اما به هر حال بسیاری از این تصویرها اگر کار خود استاد نباشد وابسته به مکتبی او هستند برخی از کتاب هایی که با تصویرهای منصوب به بهزاد مزینند از این قرارند شاگردان عزیز بعضی از کتاب های فعلا موجود هست ولی امضای استاد بهزاد در او کتاب ها نیست بعد به دلیل از اینکه سبک کارش با سبک کار استاد بهزاد بسیار نزدیک است به اول فکر میکنن که نمی کتاب و کاری که اینجا صورت گرفته مربوط استاد بهزاده ولی اگر مربوط استاد بهزادم نباشه قطعا این کارها به پیروی از مکتب استاد بهزاد صورت گرفته او کتاب هایی فعلا در مورد نوعیت کار شک وجود داره که مربوطی که هست این کتاب هاست خمسه امیرالی شیر نوایی گلستان سعدی و خمسه نظامی خب نقاشان هراتی سبک بهزاد را به بخارا بردند و آن را در دربار خاندان شیبانی پرورش دادند کتاب به نام مهر و مشتری در بخارا استنساخ شده نمودار آن است که سبک بهزاد در بخارا حفظ شده است مهاجرت برخی از نقاشان سبب اشاعه سبک بهزاد در هندوستان نیز گردید خب فعلا بعد از اینکه تیموریان شکست خوردن تعداد از نقاشان از هرات به هندوستان رفتن و سبک بهزاد در اونجا هم رواج شد و فعلا هم مروج هست سبک هنری بهزاد خب سبک هنری بهزاد چی بود از چه رنگ های استفاده میکرد چگونه کار میکرد که کارش کار متفاوت به نظر می رسید هنر ویژه بهزاد را در شیوه به کار گرفتن رنگ های درخشان میدانند باید بیشتر به رنگ های سرد در مایه های سبز و آبی تمایل داشته است از رنگ های سرد رنگ سبز و آبی را زیادتر در تابلوهای خود استفاده کرده اما به کار بردن رنگ های گرم چون نارنجی تند در آثار خود تعادل مطبوع ایجاد کرده است تناسب یک یک اجزا صحنه یا مجموعه تصویر نزد در آثار بهزاد شگفتانگیز است شاخه های پر، پرشگوفه نقش های کاشی ها و فرش های زیربافت پرزیور همه نمودار کمال هنرمندی ذوق و ظرافت بیمانند کار است واقع بینی در هنر بهزاد بیشتر در تصویرهای به چشم می خورد که تنها جنبه درباری ندارد و از زندگی مردم عادی سرچشمه می گیرد آنچه بهزاد را از دیگر نقاشان همزمانش برجسته هم می کند حالت چهره ها در کارهای اوست هر چهره نمودار شخصیتی ویژه و حالت خاص است که از زندگی و حرکت سرشار است و با چهره های یک نواخت نقاشه های پیش از او تفاوت دارد خب یکی از ویژگی های مهم سبک هنری بهزاد چی از شاگرد های عزیز ای که بالاخره تصویر هایی که در اونجا نقاشی شده تصویرهای متفاوت که هر کدامش یک حالت خاص را بیان میکنه در حالی که قبل از بهزاد تمام تصاویری که ایجاد میشد او تصاویر یک نواخت بودن و سبکی یک نواخت داشتن چهره های یک نواخت داشتن و حالت های مختلف را بیان نمیکرد پس این یکی از ویژگی های مهم سبک هنری بهزاد است خب مکتب بهزاد چند تا ویژگی منحصر به فرد خود را هم داره شاگردان عزیز فقط اینی ویژگی را ما میخوانیم. از ویژگی های مکتب استاد بهزاد میتوان به موارد زیر اشاره کرد یک درستی و دقت کامل در تصویر دو نشان دادن صورت اشخاص به نحو شگرف با استفاده از ترکیب انواع رنگ ها سه زرافت در ترسیم درختان گلها، ها نمایش پرتو خورشید و ابر تنوع رنگ ها با ایجاد سازگاری در آنها روحیه نهفته حب الهی و روحانیت خاص چهره و صورتگری خراسانی به جای مغولیک مکتب هرات را از تاثیر هنر چینی آزاد کرد ریزکاری و دقت نگاری در ترسیم بناها، دیوارها، فرشها، گلها، تزئینات مجالس مصور نگارش آرایش انواع لباسها و یا ریزکاری خاص رنگین شاگردان عزیز متن درس امروز خیلی زیاد بود و قطعا شما در قسمت اخیر توضیح ندادیم فیژگی های مکتب بهزاد را قابل توضیح هم نیست قطعا شما را بر شما بخوانین و یاد بگیرین به فعالیت های کتاب مراجع کنید تمام فعالیت را که مرتبط با متن درس است به عنوان کار خانگی انجام بدین تا جلسه بعدی که یک درس خوب دیگر را میخوانیم خدا نگهدار موفق و پیروز باشید